اندازه پروگرامر ها رو هم دقت کنید، این 2000 هست و این اندازه پروگرامر 5000 هست. میبینید که میگه پروگرامر یافت نشد، میگه حالا حالت نمایشی کدوم رو میخواید انتخاب کنید. من سعی میکنم 2000 رو انتخاب کنم به خاطر اینکه بیشتر دوستان در حال حاضر 2000 دارن. انتخاب قطعه داریم و تقریبا میشه گفت که دقیقا روی همون شماره برای ما اومد. AM29F 200BB SOE 44 پایه. البته این فکر کنم مربوط به فلش، درسته مربوط به فلش، همون مربوط به فلش S2000 هست. چون ما دو مدل داریم از این نوع فلش، یه نوع مدل هست که روی ECU های بوش 7.3 قرار گرفته که اونها هم بازم AM29F 200 هستن، 200BB، اما اون از نوع 70SE است، اما بوش از نوع 90SE. من یه بار بیام بنویسم اینجا AM29F 200 البته دیگه 70SE تغییری نمیکنه، همون درست 29F رو میزنیم و از نوع BB هست انتخابش میکنیم. حالا شما در همین قسمت میتونید بقیهش رو هم ببینید که اگر 48 پایه باشه از این مورد استفاده میشه، اگر که 44 پایه باشه از این مورد استفاده میشه. نوعهای دیگه دقت داشته باشید، مثلا این از نوع BT هست، فلش های ما از نوع 200BB هست. حالا روی زیمنس ها فلش ما هم از نوع AM29F 400BB هست که تقریبا میشه اینجا از نوع چقدر 44 پایه هست. زمانی که انتخاب میکنید از کارخانه AMD هست و فلش EPROM هست. حالا اون SL96 را ما انتخاب کنیم ببینیم موجود هست. 29F 13 29F 13. حالا نوعی که برای ما وجود داره، ببینید یادتون میاد در زمینه شناخت آی سی ها بهتون توضیح دادم آی سی های چهار طرفه که پی ال سی سی بودن، یعنی پلاستیک کریر از نوع، یعنی قاب پلاستیکی بود ولی هم کنندش از نوع صوب نوشته شده بود. این از نوع پی ال سی سی رو ما انتخاب میکنیم، یعنی مدلی که حالت چهارگوش است. شکلش رو اینجا برای ما چیکار میکنه نشون میده، میگه دقیقا این آی سی شماست و شماره آی سی هم براش قید شده. 32 پایه پی ال سی سی یک نوع آداپتور هست که آی سی شما رو تبدیل به 32 پایه میکنه، مدلش رو قید کرده و برای شما اینجا نشون میده که به چه صورتی برای پروگرامر قرار میده. اوکی رو میزنید، اینجا مشخصات برای ما نوشته میشه. حالا خواستیم دوباره قطعه رو تغییر بدیم، مثلا 29F ما الان 010 رو داریم، میخواییم که 200 رو انتخاب کنیم، 200BB SO 44 تایید میکنیم. میگه شما به این صورت از یک تبدیل باید استفاده کنید، IC به این حالت روی مدار قرار میگیره، پین شماره 1 در قسمت بالا که روی پروگرامر هم پین شماره 1 قرار داده شده است. بعد از این شما چیکار میکنید؟ میخواید یک فایل رو بر روی این IC بریزید. ابتدا باید فایل خودتون رو باز کنید. ما در داخل قسمت پوشه به نام دامپ و تمام پوشه ای که مربوط به خودرو، حالا باید ببینیم چی هست، آردی هست، روا هست یا یک ماشین دیگه، به طور مثال اینجا 405 داریم. 29F 200BB سالم اینجا برای شما قید شده، انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم، فایل شما لود میشه.
بعد میخوایم چیکار کنیم؟ برنامه رو میخوایم بریزیم روی آی سی. قبلا برنامه آی سی رو خوندیم، ذخیره کردیم، دقت داشته باشید. خب پاک کردن داریم، پاک بودن داریم، ریختن برنامه، مقایسه با قطعه، این چهار مرحله بعدی که انجام میشه. اما خب گفتیم قبلش چی؟ شما یک آی سی رو وقتی که میگیرید باید به قولی به اخص پروانه برسید، پروانه استفاده از آی سی. خب این اخص پروانه چی هست؟ الف انتخاب قطعه، دوم خ خواندن از قطعه، و سوم ز ذخیره فایل. پس شما وقتی اینو برای خودتون توی ذهن خودتون داشته باشید، من زمانی که از یه آی سی میخوام استفاده کنم باید پروانه اخص استفاده از این آی سی رو دریافت کنم. اخص چی است؟ انتخاب قطعه، خواندن از قطعه، ذخیره فایل. وقتی که این انجام شد یعنی که شما الان اجازه دارید که از این آی سی حالا هر گونه استفاده‌ای که میخواید انجام بدید، که بعد از اون شما چیکار میکنید؟ میتونید از طریق پاک کردن، پاک بودن، ریختن برنامه، مقایسه، یا از طریق اجرای خودکار برنامه خودتون رو بر روی اون آی سی فلش قرار بدید. حالا اگر که این آی سی شما از نوع سریال ایپرام باشه، به طور مثال من قطعه 95080 رو در نظر میگیرم، M95080 از کارخانه استی و از نوع سریال ایپرام هست. تایید میکنم، شماره آی سی من در اینجا قید میشه، فایل خودم رو انتخاب میکنم، آی سی 8 بایست، و بعد از اون بعد از انتخاب فایلی که حالا از روی ECU ها دارم اون رو درون برنامه خودم میریزم. یه نکته من خدمت شما عزیزان عرض کنم، فایل سریال ایپیرام یک فایل خاص هست. دلیلش چی هست؟ در آی سی های فلش ایپیرام ما توی SL96 و S2000 هیچ گونه مبحثی در مورد کیلومتر یا کد کلید توی اون آی سی ها نداریم. بعد در این حالت شما زمانی که یک برنامه رو به طور مثال حالت ریسیت قرار میدید یا اون رو فلش میکنید، برنامه داخل این آی سی ها به حالت اولیه کارخانه برمیگردن نسبت به ای سی یو و همچنین نوع خودرویی که وجود داره. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.